قبل از شروع برنامه میخواستم یه چیز خیلی مهم رو براتون راست و بوسکنده توضیح بدم، اونم تلفظ اسم این برنامه است، ریکس. آدم باید تو زندگیش ریکس کنه، ریسک و میسک و اینا تعطیله، ریسک مال بچه سولاست، درستش ریکسه. همه چی از اینجا شروع شد. اینجا فرودگاه بین المللی ریکس و اینم هواپیمای اختصاصی ریکسه. البته خلبان اون یکم تازه کار و چون قیمتش ارزون بود استخدامش کرد و این سه نفر ریکسی کینگز یا همون افراد تیم ریکس هستن. ما سه نفر قصد داریم تا این برنامه ریکسی دنبال آرزوهامون باشیم و با ترسامون مقابله کنیم، یا به قول خارجی ها رویاهامون رو زندگی کنیم. پریسا، فریبرز و امیرعباس. حالا دوباره امیرعباس، پریسا و فریبرز. فریبرز محسنی‌پور. فریبرز محسنی‌پور بهترین کارگردان جهان. خیلی خوب بابا، چه خبرته فریبرز محسنی‌پور؟ محسنی‌پور جمع کن، اصلا تو از خر فرهادی. اصلا این فریبرز چون خودش کارگردانه و تدوین این برنامه رو خودش انجام میده، برنامه داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. تصویرهای خوب خودشو میذاره تو برنامه، تصویرهای خوب ما رو نمیذاره. حتی بعضی جاها دیدم ازش که صدای منو حذف میکنه، صدای خودشو میذاره رو برنامه. بعد اصلا یه آدم مشتیه که نگو و نپرس، ایشالله که 3 تا اسکار بگیره بره آمریکا و از خاک بلند بشه. خیلی هم از اصغر فرهادی بهتره والا. و این جیسون ریکس منش هست که از سیاره ریکس اومده و هر جا که ما کم میاریم به دادمون میرسه و همیشه ریکسی ترین کارا رو اون انجام میده. خب بچه ها، ما همونجوری که اعلام کردیم تو این برنامه قرار بود دنبال رویاهامون باشیم و آرزوهامون رو تک تک بریم دنبالش رو برآورده کنیم. خودتون انشالله تو تشریف بیارید. نه اگه موافق باشیم من اولین نفر آرزو میگم. نه سب کنیم اصلا. بفرمایید. من یه آرزو خیلی بزرگی دارم و خیلی هم برام مهم و دوست داشتنیه و اینکه دوست دارم کل دنیا رو بگردم. من تو یک ماه، تو 8 ماه، نمیدونم 80 روز می‌خواستم اینو بگم. آره همچین چیزی دوست دارم برم دنیا رو بگردم. خب من می‌خوام برم آمریکا و بیشتر هالیوود، همین که بتونم که ستاره خودم رو روی خیابون هالیوود داشته باشم برای خودم. شما مسافرت بریم و ریسک کمتر. درستش ریکسه. آقا بگذاریم از همه اینا که نشدنیه. من آرزو خیلی بزرگی ندارم واقعا و فقط 3 تا اسکار میخوام. اون خیلی برام مهمه چون اصغر فرهادی تو همه میخوان برن یه جایی. آقا اصغر فرهادی همتون میخواین برین یه جایی. اصغر فرهادی 2 تا اسکار داره، من میخوام یه دونه بیشتر داشته باشم. سلامت باشی شما، بهترین کارگردان جهان بشم 3 تا هم بزنم. البته میدونی اصغر فرهادی راه درازی رو پیموده، فیلم های زیادی رو ساخته و ما قسمت اول یه داستان. من همینجا اصغر فرهادی رو به چالش ریکس دعوت میکنم. البته آرزو بر جوانان عیب نیست. حالا این آرزو رو کی قرار برآورده کنه؟ آقا شما اسپانسر مالی برنامه مگه نیست تهیه کننده اینجا شدی برای چی؟ پس قسمت اول آرزوهاتون رو برآورده بکنم یه 30 سالی بعد برام حبس. چرا؟ برای که خزینه های دور دنیا اونم 80 روزم که نمیخوای بریم، میخوای چند سال دور دنیا رو بگردی. شما که واسه الان بچه کوچیکم برای خودش آرزوهای دیگه هر کسی دقیقاً. خب به هر حال آرزوهای کوچیک‌تر و معقول‌تر که از توان هیچ کس از من مگه کسی داریم که من یه نفر رو دارم. اجازه بده اصلا ولش کنید، کار شماها نیست. من یه نفر رو میشناسم که آرزوش از آرزوی ماها کمی معقول‌تر، مناسب‌تر و کم توقع‌تر است. آرزوش فکر می‌کنم کوچیکه به واسطه تاریخچه‌ای که ازش سراغ دارم. به نظر من آرزوش باید کوچیک‌تر از آرزوهای شما باشه، دور دنیا و 3 تا اسکار. حالا آقا میگی به دور دنیا معقول‌تره، اونم می‌بینیم، اونم می‌بینیم. نه آقا ایبی نداره، اون بنده خودم که میگه ما که نمی‌شناسیم، اونم می‌بینیم ببینیم آرزو این چجوریه. حالا کن تو برآورده کن باشی. من برآورده کن هستم ولی به شرطی که آرزوهای اوشون معقول باشه. البته بگم من تنها نیستم. شما ارفان بچه سوم منه و تفاوتی که با دو تا بچه دیگه هم داشت اینه که عرفان دو قلو بود و بدون اینکه متوجه باشم یه قلش تو شکمم قبل از تولد مرده بود و
و شاید این تأثیری بود که روی عرفان گذاشت و عرفان یه مقداری کنتر از بچه‌های دیگه شد. عرفان تا 2 سالگی حرف نمی‌زد. آلمان هم بردمش، یه پروفسور دیدش، امتحانش کرد، گفت عرفان اگه اینجا باشه میتونه 2 زبان رو با هم زبون باز کنه. ولی عرفان تا 7 سالگی اونجوری حرفی نمی‌زد. تا کلاس سوم که نمیتونست حرف بزنه، خودش هم متوجه نبود که با بچه‌ها یه مقداری فرق داره. ولی کم کم که بزرگتر شد فهمید و این دلیلی شد که عرفان ساکت تر بشه. عرفان تا 28 سالگی تفاوتی که با بچه‌های دیگه داره تا حالا دروغ ازش نشنیدیم. بچه خیلی راستگو، صادق و مرتبیه. عرفان دوست زیادی نداره به خاطر اینکه نمیتونه با کسی دوست بشه. با بزرگترها بیشتر دوسته چون اونا رعایتشو میکنن. عرفان خیلی آرزو طلبه و خیلی آرزوهای زیادی داره، ولی تا حالا کسی باهاش وقت نگذرونده که ببینه عرفان چه خواسته‌هایی داره. و من الان خیلی خوشحالم که عرفان تو این برنامه شرکت میکنه، شاید یکی از آرزوهاش برآورده بشه. من عرفان فرالی هستم، 28 ساله، بچه شهر غرب. خب من آرزو دارم که 5 تا آرزو دارم. یکیش برام ماه که با موشک که چیز کنم. SRO, so you have a range clear launch. And CDR. CDR and entire crew is go. Okay, Scooter, look, it's a great day to go fly. دعوت کردیم اینجا چون فکر کردیم آرزوهای اون خیلی دستیافتنی تر از ما هست. تو نگو آقا میخواد بره ما، اونم با موشک. دومیش که من یک دوست دختر میخوام، من یه دوست دختر میخوام که داشته باشه. عشق تو عشق بچگیام بود، شونه ها پاتوق خستگیام بود، حرف آخرت زندگیمو حراج کرد. رفتی و عشق من ازدواج کرد. من همش دعا میکنم، میگم خدای شکر که بیشتر از 3 تا 4 تا 5 تا آرزو بیشتر نیست، چون هر چی میره جلوتر آرزوها هی سنگینتر و سنگینتر میشن. سومیش که من یه ماشین از این چیزا هست تا اسمش هم یادم نفت، رامبورگینی میخوام سوارشم. اینا بعد چهارم میشه این که پلی‌استیشن 4 باید داشته باشم. خیلی خوبه. یکیش نیتروتیزه، یکیش تفنگه، یکیش هم این تفنگ بروس رالیه، یکیش هم تفنگ
بزن بزنه همین ها. Challenge accepted. Round 1. Fight. این شد حرف حسا. یه دونه آرزو درست تو عمرت کرده باشه همین بود که گفتی. هرچند ما نمیتونیم حالا برآوردش کنیم ولی خب این درست‌ترین آرزو بود. بعد ششم پنجمیشم که بعد معروف بشم. بعد عکسم بیفته تو مجله. بعد همه ببینن، همه ذوق کنن، همه بعد ببینن که تو تلفن بزنن. همه خیلی خوبه. معروفیت خیلی خوبه. تمام. خیلی شلوغه اینجا. سکن یه دونه بنز. سکن سکن این بنز خوب بود. بنز خوب بود. من دقیقه بگیر. نیست شما. مواظب باش. مواظب باش. مواظب باش. بزن اصلا کسی توش بود نهیدم کسی توش باشه. چرا چرا یه پسری توش هست. چند باری جلو تو هم؟ برای چند تو بگیر. آقا معذرت میخوام. آقا عذرخواهی میکنم، ما یه برنامه تلویزیونی داریم. موبایل من رو زنگ کن. یه برنامه تلویزیونی داریم، داریم یه آرزوهای یه نفر رو به اصطلاح جامعه عمل میپوشونیم و میخوایم یه فیلم برداری بکنیم. بشینه کنار دست شما، آرزوش ماشین مدل بالاست، بشینه کنار شما یه دور باش بزنه یکم مثلا سرعت بدین و اینا، ما تصویر بگیریم اگه براتون امکان داره. اسم برنامه‌مون هم ریکسه. درستش ریکسه. ریسک نه، ریکس. ریکس چیه؟ یه برنامه است، اسم برنامه ما اسمش ریکسه. دوربین مخفیه؟ نه دوربین مخفی نیست، فقط فیلم برداری. جمع کن، جمع کن. چرا آقا؟ بنش کن، بنش کن. ماشینش خوب بود، ولی اخلاقش بس که خیلی تعریفی نبود. مهم نیست. مهم نیست، افمان پیدا میکنم ماشین بادارم. بچه سسول، ریسکه. ریکسه، ریکس. خدای سرت، بلش کن، حالا یه جا دیگه میگیریم دوباره. بزن ماشین مدل بالا اینجا ها پیدا نمیکنیم. در شکار ماشین مدل بالا. در شهر. در شهر. وانت خوبه ارفان، وانت میخوای؟ وانت تندم نمیره ها؟ کامیون چطوره؟ ماشین بزرگ، هیوج. خوبه؟ لکسوس. کسی توش نیست. اینم کسی توش نیست. کسی هم توش نیست. تمام. در جستجوی رامبورگینی برای آقا عرفان گل. امیدوارم که موفق باشیم. عرفان جان چطوری؟ خوبی؟ حالا انشالله پیدا میکنم. نگران نباش. اون با من. نگران نباش. اونش با من. دیده توی چشم توی دیده توی یار پسندیده توی خواب تو را دیده من نور توی شیشه توی بر توی ریشه توی صاحب اندیشه توی از تو نرنجیده من عقل به دریا زده است عشق رقص آمده است جان همه دل دل همه دست دست بزن دست بزن سرخوش و مستیم همه عشق پرستیم همه دست به دستیم همه دست بزن دست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن حالا فریبورد کمی سخت میگیره ولی به انجامش میدیم نگران نباش ندیفه باغ بهار است دلت دست به کار است دلت دست بزن دست بزن موج اگر کف بزنم مطرب اگر دف بزنم چرخ در این صف بزنم دست بزن دست بزن خواب تو را دیده منم از تو نرنجیده منم عقل به دریا زده است عشق به رقص آمده است جان همه دل دل همه دست دست بزن دست بزن سرخوش و مستیم همه عشق پرستیم همه دست به دستیم همه دست
دست بزن، دست بزن، سر خوش و سرمست بزن، بزن دست بزن تا نفست هست بزن، دست بزن، دست بزن، سر خوش و سرمست بزن، بزن دست بزن تا نفست هست بزن. مغرور برو، سنگ ناجور برو، دورتر از دور برو، دست بزن، دست بزن، بستی؟ هنوز نه. نه بستی هنوز. کمکت کنم؟ بس. خب بریم. برو که رفتیم. خب عرفان جان، یه بار دیگه آرزوهاتو برای من بگو. آرزو داشتم که شما رو ببینم. من اولیش بودم. آرزو خیلی خوبه که من اولیش بودم. چند تا بود آرزو؟ 8 تا. 8. 8 تا. من اولیش بودم. اون دفعه گفتی اینجوری اولیش چیزی بود. خیلی سخت. اولیش اینه که ما برم تو برم تو مشهر. بری تو مشهر بری ما. چی شد دلت خواست بری ما؟ منم دوست دارم برم ما. دلم خواست دیگه. دلم خواست. چرا مثلا شب ما هم می‌بینیم خوبه؟ هر این شب ما دلم باز میشه. برای شمی که دوست داشتم دوست دختر داشته باشم. ازدواج کنی؟ نه ازدواج کنم. ازدواج که پروسی ازدواج نه. چرا؟ چون خرجش زیاده. من دوست دختر بهتر. خرجش زیاد باشه اشکال نده. شاید یه دختری پیدا شد که آدم قانعی باشه. انقدر هستن دختر که قانع زیاد بالاخره خرجش هم آدم میفرد. من نمیتونم برن سر کار و اینا. نمیتونم بعدش هم جوزستش رو ندارم که مثلا پول بدم یعنی خرج کنم. حالا یه جوری مثلا به صحبتش بهتر باشه. حالا اینه من میگم بدش کن. بریم رو بعد. یکیش اینم که سومیش اینه که ماشین خوب سوار شم. خیلی حالا اینو دوست داری سوار شدی؟ خیلی دوست داشتم. خیلی فکر کنم خیلی هم تون بره. یه گاز میدم ببینیم چی میشه. خیلی نمیریم ما تون ها الان سرعت رو داره کم میکنیم جان. اما اندازه میریم که اجازه داریم. خب آرزوی بعدی چی عرفان؟ آرزوی بعدی ماشین چی دوست داشتی؟ ماشین رامبورگینی دوست داشتم. فرق هم نمیکرد مثلا چیز باشه، رامبورگینی هم نباشه. آها ولی لامبورگینی رو از بی برده بیشتر دوست داشت. حالا اونم شاید سوار شد. منم دوست دارم سوار شم. خب پس شد ماه و اون ازدواج رو که خیلی گرونه. نه اما اصرار میکنی همه خدا اصرار میکنی. بعد اینو ازدواج با اون خانومه که اگر نشد همون خالی یکم دیدنش من که هستم اینجا. PS4 هم یه کاریش میکنیم. حالا PS4 هم یه کاریش میکنیم که بازی بود. دیگه چی بوده؟ چه آرزوهای خوبی داری؟ بعدش هم کم معروف بشم. تو خواهی معروف بشی؟ بله. معروفیت هم چی شو دوست داری معروفیت؟ معروفیت مثلا عکس هم بیاد تو مجله. آها. مثلا همه نگاه کنن اه این یکی داشت داشت فیلم برداری میکرد داشت چیز میکرد. خب چیش خوب چیش دوست داری عکس میفته تو مجله چیش خوبه؟ مثلا همه نگاه میکنن مثلا میان ای اون آقا هستا تلویزیون داشت فیلم برداری میکرد. خب دیگه بعد چی میشه معروف میشی؟ معروف میشم همین
دوست دختر همین زنگ میزنم دخترها زنگ. تو فکر کنم یه آرزو داری همه اینا بری کره ما معروف بشی همه رو ببینی منو ببینی بعد بشه چی تهش خب حالا میدونی که معروف بشی چی میشه اولش همه میشناسن بعد دیگه هر جا میری با هر کی میری میشناسن بعد میری بعد هی ازت فیلم میگیرن هی ازت عکس میگیرن هر جا میری ازت هر جا میری ازت عکس میگیرن بعد میری رستوران عکس میگیرن فوتبال عکس میگیرن میری خرید عکس میگیرن بعد حتی اینقدر که ممکنه به پرواز فرودگاهت هم نرسی حتی ممکنه غذات هم نتونی بخوری حتی دیگه دم در خونتون هم میاد خوبه؟ بیان هی در خونتون زنگ بزنن حالا بریم سراغ یه چیز خیلی من چند تا آرزو میگم تو یکیشو انتخاب کن از بین اینا که میگم یک اینکه پرواز کنم دو اینکه بتونم غیر از خودم هزار نفر دیگرم پول دارم خودم پول دارشم به هزار نفر دیگرم کنم یکی دیگه این که همه مردم ایران خوشحال باشن همین سه تو همه هم سوم بهتر همه مردم خوشحال باشن من هم آرزو همه من سه تا از آرزوهای قلبی خودم رو گفتم جدا از آدم خب یه بچه داره دلش بخواد اونم خوشبخت باشه ولی من این سه تایی که گفتم سه منم مثل تو سومیشون بود که همه مردم ایران خوشحال باشن روزایی که من خیلی خوشحال میشم تو فوتبال دوست داری فوتبال نگاه می‌کنی فوتبال هم نگاه می‌کنم وقتی که تیم ملی ایران میبره حالا تو هر رشته فعلا فوتبال همه مردم که خوشحال میشن منم خوشحال میشم دوست دارم برم تو خیابون با همه مردم خوشحال کنم ولی امیدوارم یه روزی که همه مردم خوشحال بودن تا خوشحال بودی همین آهنگ دست بزنه بذاری با هم خوشحال باش خیلی خوشحال شدم دیدمت منم خیلی انشالله بازم ببینمت انشالله کنسرت رو هم آره حتما کنسرت دعوتت میکنم بعد همه این آرزوهایی که میگه اونایی که من دستم برمیاد همه رو برات انجام میدم چی از این بهتر ارفان تو یه نفر یه آرزویی داشته باشه بعد یه نفرم بتونه براش برآورده کنه خوشحالی تو به منم منتقل میشه خب لامبورگینی گالاردو الپی 550 که بیشتر روی پوسترها دیده میشه تا توی خیابون موتور 10 سیلندر رو 5200 سی سی که کاملا نشون میده با یه هیولا طرفید 340 کیلومتر بر ساعت سرعت و 3.9 شتاب 0-100 این ماشینه که امیدوارم آقای عرفان از رانندگی این گاو خشمگین ایتالیایی حسابی لذت ببره فریبا جون بالاخره ماشین مورد علاقه عرفان رو پیدا کردیم امیدوارم که از رنگش و مدلش خوشش بیاد از گالاردو خوشش میاد آدم والا اسمشو درست نمیتونست بشه ولی گالاردو باز تیریه خوشش میاد حتما ماشین به این زیبایی که خوشش نمیاد خب اگه زحمت شو میشه یکی باید بشه آقا من واقعا مسئولیت قبول نمیکنم من همون یه باری که نشستم برای 7 هست به نظرم زنگ بزنیم به جیسون بیاد جیسون زنگ بزنیم آره آقای ریکس شخصیت برنامه ببینم بزن بیاد ببینیم کجاست اوه تو پروازه آره میشینه پس من کجاست دیگه هماهنگ میکنم که بیاد ماشین برامون زحمت بکشه و ببینیم بعد از اینکه به جیسون زنگ زدیم سریع خودش رو به هواپیما رسوند البته طبق معمول خلبان زیاد فرود خوبی نداشت و جیسون به خاطر همین حسابی خسته بود
درست میگم؟ پس بزن بریم. خب اول ببینیم دندش کجاست، چون اونجوری نمیتونیم حرکت کنیم. خب جیسون نظرت چیه؟ چطور ماشین؟ به نظرت به درد عرفان میخوره یا نه؟ جیسون با تو اما چرا؟ خوبه. حالا بریم روشن کن بریم ببینیم چه خبره. خب بچه ها ما با جیسون داریم میریم سمت عرفان که لامبورگینی رو سوار کنیم. خب بینندگان عزیز، همون جوری که بهتون قول دادیم یه سورپرایز خیلی خیلی بزرگ داریم براتون. تونستیم یکی از لامبورگینی‌های ناب ایران رو پیدا کنیم برای لذت بردن آقای عرفان گل با یه رنگ خیلی خیلی خاص. میریم که داشته باشیم. سب کنین ببینن، نکنه واقعا انتظار دارین طرف لامبورگینی 10 میلیاردیشو بده به ما تا باش برنامه ضبط کنین؟ نه خیر، از این خبرها نیست. ما هم به اندازه کافی التماس کردیم اما نداد. شما هم این مسخره بازی ها رو تموم کنید و به جای این همه آهم پرستی خدا رو شکر کنین که همین ماشین هم هست. والا همین هم امیرعباس به 1000 قول و زحمت تونست جور کنه. ولی به جاش ما چیزی داریم که هیچ کس نداره و اون کسی نیست جز جیسون. چرا نیومد؟ و اون کسی نیست جز جیسون. آها حالا شد. خب جیسون رانندگی خطرناکش رو از اینجا شروع کرد. ماشاءالله. و با یه حرکت خطرناک نکشیمون بچه ترون. اما با این همه جیسون راضی نشد و ریکس کارو بالا برد و این گاو خشمگین کره‌ای رو تندتر بود. اوف چه گرد خاکی هم. معلومه که تون میره عرفان جون. وقتی که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود؟ وقتی که آرزو میکردی با فکر اینجا هاشو میکردی؟ دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. کاری به سرت میاریم که دیگه آرزو رو نکنی. جیسون جون بزن به ترکونش. و اما سورپرایز بزرگ ریکس. شما رکوردیم؟ داریم زبط میکنیم. امیدوارم که آقای ارفان خوشش بیاد و راضی باشه. راضی نه خوشش بیاد. ارفان برو با کن. سلام، حال شما؟ خوب هستید؟ ببخشید مزاحم شدم. آقای ارفان هستی؟ یه لحظه صداش کنید. معذرت می‌خوام. بفرمایید. سلام. بفرمایید بچه‌ها. ارفان جان. باشم اونجا. بابا آقای ارفان گفت. چطوری استاد؟ وزارت‌های ما؟ خوبی؟ باشید زره؟ آقا کلی راه اومد یه دونه جا گذاشت تو برنامه ما. چیه؟ بریم اگه موافقه بازش کنیم. مال خودت.
خدمت شما برای اولین بارم وارد اتاق آقای ارفان میشیم. چه اتاق دنج و گرم و خالی. خوبی ببینم که عکس هنرپیشه و خواننده ها زدی به دیوار. پلی‌استیشنه؟ بله که پلی‌استیشنه. نه قابل شما نداره. مبارکت باشه شازده. مبارکت باشه دیدم. مبارکت باشه. خوش بگذاره باش کلی لذت داری. دوست داشتی؟ خیلی. چکرم. Give me five. چکرم. انشالله که به آزیگر خیلی خوب بکنی و کلی ازش لذت بازش داره. کن راحت باش. بله بفرمایی بازش کن. چیه؟ هنوز که اینجا این؟ نکنه هنوز منتظر لامبورگینی نشستین؟ نه خیر، ما از این پولا نداریم. شما هم برید و منتظر قسمت بعدی ریکس باشین. علکی بود فرمون برگوره یه برگوره داریم پیچی علکی نسان. آلی خیلی داری تو هم میری نکشیم. من یک دوست دختر میخوام. آرونی دلت محاله بکنم بلت بگو هنوزم عشقتم من بی من کجا میتونی بری اصلا چی میخوای بگی وقتی هنوزم عشقتم من حال دل بس دل من نذاشتم واسه تو کم با همه دار و ندارم نزدیدم به هم مست دلامون من و تو بانم نمه بارون چه خوبه حال دوتامون بی من میگی آرومی دلت محاله بکنم بلت بگو هنوزم عشقتم من بی من کجا میتونی بری اصلا چی میخوای بگی وقتی هنوزم عشقتم من ندیدم مثل تو عاشق دیوونه ببین گیرم من هنوز روی چشای مست تو گیرم من هنوز گیرم من میفهمم که تو هم دوستم ناری به هم همه میگن که تو رو تنهات نذارم از همه من سیرم ببین گیرم رو چشای مست تو گیرم بی من میگی آرومی دلت محاله بکنم بلت بگو هنوزم عشقتم من بی من کجا میتونی بری اصلا چی میخوای بگی وقتی هنوزم عشقتم من بی من Let me dance, let me crack with you. Dancing up in the little bit, but I'm dancing up.